بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله. قرار شد که آدم شک کرد، در اون شکایی که قابل اصلاح میشه، شک 3 و 4، 2 3 2 4 2 3 و 4 اینا، نماز احتیاط، جایی که نماز احتیاط بخونه آدم، اگر سلام و نماز رو تمیز نمازش درست خونده، شک 3 و 4 کرده بود، بنا رو به 4 گذاشت، قرار بود خوش حرکت نماز احتیاط بخونه، یهو فهمید که نماز 4 رکعتی خونده، دیگه نماز احتیاط نباید بخونه، راحت مشغول نماز احتیاط شدی، یهو یقین کردی نمازی که خوندی 4 رکعتی خوندی، میتونی بشکنی. وسط نماز احتیاط فهمیدی که بی خودی شک کرده بودی، رو قرائن شک 3 و 4 کردی. یه مسئله، مسئله دیگه نماز احتیاط چند تا مسئله داره که یه روز هم اشاره شد، باید پاشی تا شک 2 و 4 کردی با دو رکعت احتیاطی ایستاده بخونی الله اکبر، یکی که نیتشو به زبون نکن، همون که پا میشی الله اکبر، این خودش نیت، چون احتمال داره این چسبیده به اون باشه، اگه نیت به زبون بکنیم است که وسط نماز حرف زدی. آقای بروجردی میفرمودن و نیت به زبون، در نماز دیگر میشه به زبون نیت کرد، اما نماز احتیاط رو حتما به زبون نیت نکنید، خلاف احتیاط. یک. دو، حمد خالی باید بخونی، قل هو الله نداره. سه، باید حمد و یواش بخونی، چون این به جای رکعت چهارم و سوم دیگه، حتی بسم اللهش هم باید یواش بخونی. این چند تا مسئله شد. سه، یکی دعای دست نداره، قنوت نداره، دو رکعتی یا نماز احتیاط دو رکعتی، یا نماز احتیاطی که نداره، دو رکعتی هم قنوت نداره، نماز احتیاط قنوت نداره، به قول شهرستانی ها دعای دست، بعضی شهرستانی ها به قنوت میگن دعای دست، نماز احتیاط دعای دست نداره، قنوت نداره. این چهار تا یا پنج. یکی هم که سلام یه دونه داره، صلوات تشهدی که فرستادی میگه چی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه مسئله هم راجع به ارث بگیم، و اون مسئله اینه که زن و شوهر با تمام طبقات ارث میبرن، یعنی ممکنه یک مرد امرو مرده، زنش هست، اولادا و پدر مادر هم هستن، زن ارث میبرن. یه وقت اولاد و پدر مادر نیست، اینی که مرده خواهر برادر داره، آق بزرگ داره، جد و جده داره، زن با اونا ارث میبره، زن ارث خودشو میبره، برادر خواهرم، اگه برادر خواهر نیست خواهر زاده، برادر زاده اینا وارثن، طبقه دوم. اگه اینا نیستن طبقه سوم، عمه و خاله، دایی و عمو، زن باز با اونا هم ارث میبره، زن با تمام طبقات ارث. مردم همینجور، اگه مردنی مرده شوهرش هم همینجور، شوهرم با تمام طبقات وارث ارث خودشو میبره، سهم دارن اینا، اولاد داشته باشن، زن هشت یک میبره، نداشته باشه 4-1، مرد اولاد باشه 1/4، نباشه نصف مالو میبره. اینا مسائلی است که اگه مورد احتیاجتون باشه باید به رساله مراجعه کنید. اما یه حدیث هم عرض کنید، یکی از اولیا حدیث رو، من حدیث دیگه قرار بود بیارم، کتاب یادم رفت، حالا از همین محرم و نامحرم یه حدیث اینجا هست در باب غیبت، یکی از اولیای خدا میگه یه روز 6 یه عده مهمان برام اومد، از قیافه مهمونا فهمیدم اینا هم از اولیای خدا، خودش هم بد نبود اما اونا بهتر از این بودن. گفت من از شما تقاضای موعظه دارم که من به مواعظ شما عمل کنم، من هم از شما بشم. خوب حفظ کنید آقا، من یه جوری حرف میزنم که بچه هم بفهمم. چی گفت اون شخص به مهمونا؟ گفت چی؟ گفت قیافه شما معلومه که شما از اولیای خدا هستید، مرا سفارش کنید به مطالبی که من به اون مطالب اگه عمل کنم منم مثل شما باشم، منم مثل شما از خدا بترسم. اونا چی گفتن؟ گفتن نوسی به 6 اشیا، گفتن موتور رو به 6 چیز وصیت کن. اول چی؟ من کسی را کلامه و فلایت نو فیرقت قلبه، کسی که زیاد حرف میزنه طمع نکنه در این که قلبش رقیق باشه، چون قلبش یه حالت رقتی باشه که در
موقع که روزه میخونن گریه کنه، موقع که نماز میخونه حالی داشته باشه. کسی که زیاد حرف میزنه این طمع نکنه در رقت قلب. مقصود اینا چی بود؟ کم حرف بزنید، کم حرف بزنید. لذا اینا که کم حرف میزنن روایت داره نزدیکشون برید، با اونها تماس بگیرید. افراد کم حرف، دیشب گفتم مرحوم حاج حسین معصومی برای بنای اینجا وقتی چک میداد همچی میکرد. خدا بیامرزه 20 سال فوت کرد. چرا؟ نمیگفت که شما الان میری منزل نگو نهار چی داریم، سفره که افتاد معلوم میشه دیگه، این زیادیه، این کلام زیادیه، شب چی داریم، فردا چی داریم، یه کسی به یکی میگو پس فردا چی داریم، همش صحبتش این کمه. خب شما که سفره رو بنزن معلوم میشه نهار چی داریم دیگه، چرا میپرسی؟ بعضی هم تا میفهمن آب گوشته غر میکنن بیان میخوابن، پلو میخوابن. کسی بود 60 سالش هم شده بود غر میکرد، حالا مرده میشناختن. پس اولی چی بود؟ بگید من کسر کلامهو، کلامهو کسی که کلامش زیاده. یکی میگفت دم بازار آهنگر رو دیدم 2 ساعت یه نفر با یه جوانی داره حرف میزنه. رفتم اومدم دیدم هنوز مشغوله. 2 ساعت چی میگفتن؟ چی میگفتن؟ 2 ساعت دادم دم بازار آهنگر بایسه حرف بزنه. بارو یه چی بیشی نخواهد. چی میگی؟ حدیث میگی؟ موعظه داری میکنی؟ چرا پیر مرده رو موعظه نرفتی بکنی؟ اومدی این جوانه رو داری موعظه میکنی؟ بعضی جوانه رو موعظه میکنه اما 2 ساعت دم بازار آهنگر رو. 2 ساعت دیدم به کسی یه جوانی داره موعظه میکنه دم بازار آهنگر رو. رفتم برگشتم دو هنو مشغول موعظه است. کس کسی که زیاد پر حرفه طمع نکنه در رقت قلب. دوم 6 تا وصیت کردن، 6 تا موعظه کردن. دوم من کسر نومه فلا یسمع فی قیام الله، کسی که پرخوابه طمع نکنه که شب بشه نماز شب بخونه. آدم های پرخواب توقعی که بتونن سحر باشن برای نماز شب نداشته باشن چون پرخوابه. کسی به کسی میگه شبا زودتر بخواب که صبح بتونی دیرتر پاشی. اینقدر پرخواب بود طرف سر به سرش میذاشت پاشو برو بخواب زودتر که صبح بتونی دیرتر پاشی. اینا پرخواب هم پرخواب پرخور پرخواب. بعضی ها بلدن اکل یعکلو رو بسازن، نام ینامو رو هم که راجع به خواب خوب میسازن، اما علم یعلمو رو بلد نیستن بسازن. تو علم نیستن، تو اکل یعکلو رو، تو نام ینامو طلبه هست اما فقط بخواب و بخوره. این به در طلبگی نمیخوره، همش میخواد بخور و بخوابه. اکل یعکلو رو بلده صرف کنه، نام ینامو هم بلده، اما علم یعلمو رو در امتحانام رد میشه، سال دیگه قبولش نمیکنه. سال دیگه قبول نمیکنه دیگه. اینا که اینجا امتحان میدن اگه امتحانشون خوب نباشه سال دیگه نمیتونن دیگه اینجا بیان. پس دوم چی شد؟ کسی که زیاد میخوابه طمع نکنه در قیام لیل. خدا رحمت کنه استاد ما رو میفرمودن ماها که زیاد میخوابیم خسته گناهیم نه خسته کار. عملهای قدیم از 20 تا نوردبون پله داشت، پیر مرده یادشونه، یک نوردبونه 20 پله 18 پله یه ناوه گیر میذاشت دوشش، 3 تا استانبولی میگرفت، اینقدر درازی بود، اینقدر پهنا، زیرش هم چرم بود، اینه بره میکرد میذاشت اینجا. از این پله های نوردبون میره پشتبونه رو کاگل میکرد. حالا اسفال میکنن قدیم پشتبونه کاگل. بعد که از صبح تا زور این کار میکرد، زور تا اوستا بیاد سرش رو اون خشتا میذاشت، نون پری هفت پک انگور هم میخورد، همون عمله، سرش رو میذاشت رو خشتا میخوابید. 10 دقیقه که میخوابید اوستا بنا میامد بگو مشت حسین پشو گل بده. با 10 دقیقه خواب خستگی شد، 10 دقیقه. اما ما که همه میخوابیم خستگیمون در نمیره، خسته گناهیم. رضا یه نفر اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا من هر شب بخوام نماز شب بخونم نمیشه. چرا نه؟ حضرت فرمودن قیدت که از اون با گناهات رو
پاتو قید و زنجیر کرده، گناه کردی. مال گناه خستگی، گناه خستگی کار با 10 دقیقه عمله، با 10 دقیقه خستگیشو برطرف میکرد. ما که هرچی میخوابیم بازم خسته ایم، مال گناهه. این دو پس کنید. اولی چی بود؟ کسی که زیاد حرف میزنه طمع نکنه در رقت قلب، کسی که زیاد میخوابه طمع نکنه در قیام لیل که سحر پاشه. سوم، من کسر اختلاط و معناس فلا یفم و حلاوت العباده، که زیاد کسی که آمیزش داره با مردم با همه رفیقه. بعضی هم طلبن از اون صبح که میان تا غروب همش هی میخوان با این اون حرف بزن، بعضی هم سرشون تو کتابه یا مباحثه یا مطالعه کتاب خونه، ولی بعضی ها 2-3 ساعت وقتشون آمیزششون زیاده، زیاد رفیق دارن. اینا طمع نکنن در حلاوت عبادت که شیرین عبادت رو بفهم. اینا از نماز جماعت لذت نمیبرن، از دعا کمر، دعا کمر شیرینی داره، دعای ندوه، دعای سماد شیرینی داره. زیاد آمیزش دارن، زیاد رفیق دارن، زیاد رفیق دارن. اینا که زیاد آمیزش با مردم دارن طمع نکنن در اینکه شیرینی عبادت رو بفهم. عبادت شیرینی داره دیگه. یه روایت داره که عالم اگه به علمش عمل نکنه تنها عذابی که میکنمش لانزعن حلاوت مناجاتی من قلبه، شیرین عبادت رو از قلبش میبرن. عالمه، اما اونطوری که کل نمدیه از دعا کمل کیف میکنه این عالم کیف نمیکنه، لذت نمیبره، شیرینی عبادت نمیفهمه، اما اون داره عشق میریزه. اون عوام کل نمدی دعا کمل میخونه عشق میریزه، ولی این اصلا عشقش هم نمیاد چون علمش عمل نکرده، شیرینی عبادت آمیزش زیاد داره. کسی که زیاد ما مردم اونا اولیای خدا وصیت به این آقا گفتن، این آقا گفت مرا موعظه کنید، 6 تا موعظه کرده. سوم چیه؟ کسی که زیاد آمیزش میکنه با مردم طمع نکنه در اینکه شیرین عبادت رو بفهم. 4، من اختار از ظالمین فلا یتم و فاستقامت دین، که با مردم ظالم زمان طاغوت یه دسته میرفتن دوروبر شاه، دوروبر نمیدونم ظالم میرفتن دوروبر ظالم، اینا که میرن الان هم میرن جاسوس میشن میرن دنبال اینا، توقع نداشتن در استقامت دین. کسی که با مردم ظالم رسیق میشه، ظالمین رو اختیار میکنه، میره نوکر ظالم میشه، طمع نکنه در این که دینش، استقامت دین، در استقامت دین یعنی دینش از دست میره. پس اینم 4، پس با مردم ظالم نباید. حالا که الحمدلله انقلاب شده و دیگه ظالمی نداریم، ولی زمان سابق بود یه دسته میرفتن نوکر دولت میشدن و اونا نمیتونستن دینشون رو مرشود بره اونجا. مرحوم مدرس رو با امامه گردنش بستن در همین کاشمر به امر رضا خان، مرحوم مدرس خوبی نوکر اختیار کرده ظالمین رو که این دینش از دست داد. 5، کسی که غیبت و دروغ و عادتشه، همش دروغ میگه و غیبت میکنه، طمع نکنه در این که ان یخرج من الدنیا مع الایمان، طمع نکنه که با ایمان از دنیا بره. شب و روز یا به مشتری یا دروغ میگه یا غیبت حسن و حسین رو میکنه، با جنابش غیبت میکنه. پس کسی که غیبت و دروغ میکنه، میگه زیاد دروغ میگه غیبت میکنه، طمع نکنه در این که با ایمان از دنیا بره، یعنی بی ایمان از دنیا میره. این 5. 6، من طلب رضا الناس فلا یتم فی رضا الله، کسی که طمع میکنه که مردم از خودش راضی نگه داره، طمع نکنه در این که خدا ازش راضی بشه. شما به فکر این باشی خدا رو از خود راضی کنی نه مردمو، بعد به فکر این که مردم راضی باشن، نه، باید ببینی خدا از چی راضیه، رضایت خدا رو مقدم بذاری. این شخص که از این 6 نفر این سوالات رو میکنه، میگه تأمل تو هذه المواعظ، من این 6 تا رو تأمل کردم، فوجدت فیها علم الاولین و الاخرین، یافتم در این 6 تا علم چی؟ اولین و آخرین رو. و نتیجه این حدیث هم من در همین کتاب محرم و ناهرم صفحه 120 نوشتم که اونو براتون میخونم. مؤلف گوید اگر کسی به این 6 چیز عمل کند، ترس از خدا در او پیدا میشود، پس دیگر دور گناه
و پیرامون آن نمیگردد. اول کم حرف زدن، دوم کم خوابیدن، سوم معاشرت نکردن با مردمان فاسق و ظالم، چهارم با اشخاص ظالم سر و کار نداشتن، پنجم غیبت نکردن و دروغ نگفتن، ششم رضایت خدا را بر رضایت مردم مقدم داشتن. اگه کسی به این حدیث عمل کنه که داریم، کسانی که این کتاب دارن صفحه 121 حدیث همه اینجا هست، مطالعه کنید و عمل کنید. دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست، و الا ما بگیم شما بشنوید، نه من عمل کنم نه شما، وقتمون ضایع میشه. انشاءالله هم اونایی که حرفای منو میشنون به این حدیث عمل میکنن، هم شما ها که اینجا شنیدین عمل میکنین. و خلاصه بخوایم از خدا که توفیق عمل به ما بده. خدای توفیق عمل به این حدیث و احادیث دیگه به همه ما مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد.